سلام امیدوارم که خوب باشید ما رو کویتل تیوی خیلی خوش به یک ویدیو دیگه ویدیویی که شاید خیلی جذاب نباشه چرا چون میخوام با یه شخصی به صورت مستقیم حرف بزنم و بعد دو سال یه سری چیزا رو راجبش صحبت کنیم که الان داریم میبینیم اتفاقات دیگری هم افتاده خب همطور که میدونید بیفی بود بین تی جی و دلو و تو اون بیفی سری اومدن عکس های نود به اصطلاح از یا بهتر عکس خصوصی از دوست دختر دلو منتشر کردن که همون موقع یکی از اشخاصی که پشت بیفود مثل خود همین تیجه یعنی خود همین تیجه اومد گفتش که آقا این غلطه و نکنید این کار رو حتی برای طرفداری از من و زشت و این داستان که دمش کرم اینجا کرکتر و شخصیت خودش رو همین تیجه نشون داد اما یک آهنگی منتشر شده از دلودی روز که از زبان این دختر داره میخونه و اینکه چقدر این کار بده اینکه پرایوت کسی رو پخش کنی آبرو یکی رو ببری که ربطی به داستانی نداره و چقدر بده افرادی که کلیک میکنن روی این داستان که ببینن اگر عکس مادر خودت بود میدیدی اگر عکس خواهر خودت بود میدیدی اینها سوالی که من از آقای اردلان دارم اینه که از کی تا حالا آدمی که یه رو خودش انجام داده مشابهشو و باعث رفتن آبروی کسایی شدن که بهش کمک کردن توی مسیری که داشته و اونو باستش آسونتر کردن مسیر دو سه ساله رو باستش دو سه ماهه بردن جلو این کارا رو کرده و خواست آسیب بزنه راجع به این چیزا حرف میزنه این خیلی عجیبه اگر مرد شدی و حس میکنی میتونی مردم رو درس بهشون یاد بدی خب اول اون کاری که خودت کردی که مثل همین کاره اگه مردی بعد یاد بگیری که به اسخایی کنی پاپلیک نه اینکه هر جا نشستی بشینی بگی نه من پشیمون نیستم نه اگر بدونید پشت صحنه چی بود خودتون هم می کردید بیفه و اینها چی شد یکی مثل خودت باد رفتار کرد داستان عوض شد پرایوت پخش کردن میخواد عکس خصوصی باشه میخواد وایس خصوصی باشه هیچ فرقی نداره حالا میتونه درجه شکم بالا پایین بشه ولی توی یک هیت هست و اون هم پخش کردن پشت صحنه است بدون اجازه و برای پیروزی یا برای کلیک خوردن در یک بیف تو این کار انجام میدی و کار خیلی ناشیانه و زشتیه یعنی هر کسی این کار داره میکنه اون زمان ها ما راجبش توی لایوی صحبت کردیم و آقای اردالان خودش شما یه دیسترکی داد گفت این همه پخش کردن مال ما بده خب چی شد این همه هم دارم پخش میکنن الان مال شما رو پخش کردن بده میدونی چی دارم میگم خب همونطور که میدونید دو سال پیش ترک از اردلان منتشر شد به اسم دستمالی از اشتباه نکنم که اون تو یک تماس تلفنی از پوتک بود اون تماس تلفنی که از پوتک بود تو مصاحبه بنده با پوتک بود که داشت با یکی صحبت میکرد ما رسیدن بودیم دست آقای وحید و این آقای وحید اینجا رو کات کرده بود داده بود به دلو و زمانی که این پخش شد خب من خیلی عصبی شدم رفتم همونطور که می‌بینید تو دایرکت بهش گفتم با لفظ بعد که کینو به تو داده و خیلی ریلکس اول یه وایس گفت چیل آروم خبرینی بیفه و بعدش هم دارید پیام بعدیشو می‌بینید که بیف و خیلی یه جوری که بدتر منو عصبی کرد و اگر بدونی پشت صحنه چه اتفاقی بود دو دستینو میدادی به من خب اینا باعث شد که من قاطی بکنم به جن که حداقل بخواد بگه ببخشید عذرخواهی کنه یا مثلا بگه اوکی یا هر چیزی میدونی یه جوری منو آروم کنه و طرف رو مخ من و من وایسای بهش دادم که خیلی بهش افتخار نمیکنم عصبی بودم تو لحظه و یه سری حرفا رو بهش زدم و رفت اونا رو استوری کرد واسه اینکه نشون بده اون وایس پوتک واقعیه و اینو نشون داد و خب ما توی لایف صحبت کردیم که داستان اینها چیه بعدش اومد یه دیسترک داد که آرام پول من نداده خودش ویسو داده به من یه جوری البته منظورش فایده بود ولی یه جوری اینو گفت که انگار آرام داده و ما مدت ها فش خوردیم حالا درسته تعدادشون کم بودن زیاد نبودن ولی توی توییتر اینور اونور منی که دست یک بچه 19 ساله رو گرفته بودم که پول استودیو نداشت که بره استودیو و اینو دیگه توی تیم خودم نخواسته بودم خودشم زمانی که خدا فیزیکا من جوابشون ندادم اینا رو همه رو قبلا توضیح دادم کارش داشت ضعیف میشد من یه مدت خودم هم نبودم اصلا اطمینان نداشتم که میخوام ادامه بدم یا نه نبودم حتی خدافزی هم کرد من پیامی بهش ندادم اما خب هم کاراشو پوشش میدادیم وقتی شروع کردیم دوباره هم ریاکتورشو همه چیو ولی این بابا این حرکت رو زد و خیلی از آرتیست به من یه دیده بدی داشتن که انگار من این کارو کردم فلان و, و اینها که حالا همه اونها رفت شد ولی مسئله اینجاست چی شد؟ تا الان خوب بود با اینکه کلیک بخوریم بعد از اون که تو اون دیسترک رو دیدی که آرام به من پول نده صدات ضبط کردم بهت زنگ زدم صدات ضبط کردم خودت یادته دو سال گذشته پخش نکردم تهمتی به من زدی که من داشتم فش میخوردم از یه سری آدم و ویستم همچنان هست و بهت باد صحبت کردم و قرار شد که بیایم صحبت کنیم تو لایو ببینیم حق با کیه حتی جربوزه و مرد بودن و انقدر نداشتی که بشینی رو در رو با کسی که حالا یه داستانی بوده صحبت بکنیم تو لایو و مردم ببینن که آقا چه خبره و شروع کردی تهمت زدن تهمت دزدی به من زدی و ویس و ویسی رو پخش کردی که اصلا قرار بوده کات بشه اینها و با آبروی کسی که مدت ها هوا تو داشت و به عنوان یه استعداد هوا تو داشت که بتونی پیشرفت بکنی و اینجوری بردی و از این سیاست استفاده کردی بعدش رفتی توی یک چنلی که یکی از دلایلی که با ما داستان داشت تو بودی که یکی از دوستای دانشگاه با اونا بود دیست داده بود و فلان و بهمان و اینها نشستی اومدی اونجا هم باز به دروغ گفتی که دلیل اینکه مثلا ما با کسی هم کار کردیم آرام بود در حالی که زمانی که ما داشتیم با صد فیت جور می‌کردیم تو می‌خواستی تو ورس دونا رو دیس بکنی زیر زیری که بعدا بیای بگی فلان برای همین خیلی از اون فیت ها جلو نرفت چون من آبرون که نمیام بذارم زیر پاکت تو حالا می‌خوای فیتی بدی یا ناراحت بودی از اینکه چرا من واقعیت رو میام راجب به کارت میگم که گرید مثلا بیه نه اس و چرا هیپابولوژیست رو گاشتم اس خب در حالی که اس بود و وقتی من داشتم هوا تو اونجا میداشتم و حواسم بهت بود حقیقت هم میگفتم چون قرار نبود من برم زیر سوال که آقا بقیه منتقدن موسیقی بارشونه اینا میدونن سبک کار چه خبره وقتی بیام من به تو علکی بگم خفنی که معلوم میشه من رفیق بازم زمانی که خفن شدی میگم خفنه اون موقع اعتبار حرف منم سر جاش هست و اومدی اونجا گفتی کلی چیز دیگه هم پشت صحنه داریم که حالا مصاحبه دیگه بود که وعید داشت حالا چیزی هم نبود که خودت داشته باشی پخش میتونیم بکنیم فلان اینا خیلی پرو سه تا چهار تا مصاحبه کردی به ترتیب و همه جا نگفتی پشیمونی همچنان هم حق هم... و حتی توی یکم مصاحبه گفتی اگه آ... بدونید آرام با من چیکار که خودتون این کارو میکردید کدوم کار من تو این که پیمانی که ازت داشتم و این همه مدت استفاده نکردم تو یه لایوی که یکم ناراحت بودم اومدم گفتم پدر تو از زمانی که اون اتفاق واسش افتاد یه آدم دیگه شدی و آدم بدی شدی چیز خاصی من نگفتم باز اومدی این هم چیز گفتی پدر من رو چیزی نگفتیم الان این داستان اینجوری شده که نه ببین ما هر کاری دوست داریم ما بکنیم بقیه اجازه ندارن اون کار رو انجام بدن این کار چه ویس بخواید پخش کنید کلا هر چیز خصوصی رو بخواید باسه نف بردن اضافه و سوء استفاده که به یه سری آدمی که ربطی به اون داستان ندارن شما پخش بکنید و بهره برداری کنید کسافتکاریه کاریه کار درستی نیست اسنیچ بازیه اصلا کار درستی نیست و اگر میخوای بیاین نصیحت کنی مردم و مرد من اول راه و درست برو اول اون کارت غلطی که کردی رو خودت جمع بکن مثل مرد بعد بیا بشین اینو اونو نصیحت بکن فلان به امام بیسار این داستان ها متوجه هستی چی دارم بهت میگم و تلخه نه تلخه و اتفاقی که نباید میافتاد افتاده ولی اون کارمایی که به نوعی میگن همینه خب اون تایما من دستت عصبی بودم و همون تایما یه سری حرفا زدم ولی سعی کردم کاری انجام ندم میدونی واسه اینکه این داستانه اینکه تو چه کاری دستت برمیاد و نکردی آخرش مهمه نه اینکه بیای گندا تو بزنی یکی دیگه اون کار رو انجام میده بده 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 نه پخش نکن الان یکی میاد میگه دادش تو میخوای وایس با تصویر پرایوت پرایوته و تو نمیدونی چه اتفاقاتی میتونه بیفته زمانی که حتی تو ممکنه یه پیام ساده از یکی پخش بکنی و تبعات زیادی واسش داشته باشه چه تو روحیاتش چه تو خیلی چیزای دیگه تو تصمیماتش تو آیندهش میدونی حالا یکی که خیلی فیم نیست خودتون میایید فیمش میکنید اینا اون فرق داره حالا میتونه دوری هم بکنه ولی کسی که خودش کارش مدیاس و تو این داستانه با دروغ و با چیزایی که اصلا ربطی به مسئله نداری بخوای بری دوزی کنی پخش بکنی اینا اینا همه توی فیلده میلی چی میگم حالا آدما متفاوتن یکی بهتر هندل میکنه یکی کمتر ولی تایش یه چیزه بعد از اون هم میای میگی این اگه اونو میشنید اون اگه... و عادت کردی به اینکه بیای یه غلطی بکنی هی hey, بگی ما گنگی میزنیم پاره میکنیم فلان بهمان کاره رو انجام بدی به جایی که میرسه ببینی او ممکنه ما اینجا سوخت بدیم یا واقعا سوخت دادیم یا یه ترک میدیم از لوم نمایی از اول تا آخر چه سیاستیه چه حرکتیه تو بچه خیلی با بودی از زمانی که یه سری آدم اومدن دورت یه آدم دیگه شدی و واقعا اشتباه رفتی و واقعا اشتباه رفتی امیدوارم برگردی به اون دوران خودت به اون دوران قدیم که آدم حسابی بودی به نوعی چون آدمای دورت آدمایی بودن که آدم حسابی بودن و قبل از اینکه هر حرکتی بزنی حرکت های اینجوری بهش فکر کن که الان تو تو کریرت کریر دو سال اخیرت مصاحبا و حرفا و رفتاری تو رو به رفتاری شناختن با یه چیزی خیلی معروف شدی و ترکیدی به اصطلاحن که همین داستانی که الان خوندی تو همون شله و این میتونه یه درسی باشه هم برای خود دلیو هم برای بقیه حواستون به قدماتون باشه وقتی من یه قدمی رو وردارید به این نگاه کنید که آقا پنج سال بعد آیا من از این قدم راضیم یا نه میگم وای کاش این کار انجام نمیدادم اونجوری قدم ها رو بردارید یا میخواید یه کاری رو انجام بدید اگر جربزش رو دارید تا تا وایسید که وایستید تش مظلوم نمایی نیفتید باز رو بگیرید یا اینکه به سنج آقا اصلا من اینجا ورود کنم نکنم چی جوریه به کی دارم آسیب میزنم کی‌ها رو دارم از دورم رد میکنم میگیری چی دارم میگم و اینم یه حرفی بود که خواستم بگم و این عکسی که گذاشتم اینجا نشانه میخواستم اینو بگم که آقا من نمیگم علکی دارم واقعا هست این چیزا ولی خب منم اگه میتونست میخواستم اینجوری رفتار بکنم که بذارم خیلی چیزای بدتری هم میتونستم بذارم از چند تا از آهنگاش که دست من بود از دیسی که به چند نفری داشت که الان باشون با داداشی شده اون موقع ها من گفتم آقا اینا رو پخش نکن که خیلی فازش گرفته بودن پخش کنیم که من گفتم پخش نکن پخش نکن. که الان با اونا داداشی شده که بهش گفتم آقا کانکشن مهمه میدونی و اگر میخواستم اینجوری رفتار کنم فکر کنم من با رفتارم تو این دو سال اینو نشون دادم که اگر میخواستم اینجوری رفتار کنم دستم خیلی باز بود و خیلی اتفاقا میتونست رقم بخوره ولی این کار کار درستی نیست هرچند که یه شخصی داره این کار رو با شما میکنه بزار ببین زمان هم بهترین قاضیه هم به بهترین معلم میاد اینجوری مسائل خودش حل و فصل میکنه متوجه هستی چی میگم و خیلی ناراحتم واسه این اتفاقی که افتاده و امیدوارم که این اتفاق یه توی رپ فارسی نیفته شخص سوم چهارم پنجم خانواده یه شخص دوست دختر یه شخص رفیق یه شخص و و, و و و و و و اینا به اون دو نفری که تو بیفن هیچ ربطی نداره یا بیاید اگر واقعا بچه خیابونید بیاید تو خیابون جلو هم برید تو رینگ فایت کنید یا نه همون ادبیاتی درست نگرش دارید متوجه هستی چی دارم میگم جا داره بگم که دلیل خجالت بکش از خوده چون کسی که مدت ها هوا تو داشت باعث شدی اونجوری باید برخورد بکنه و از یه سری آدم هم اونجوری یعنی من یادم, یادم یاد اون روزی که اولین بار که بهت ریاکشن رفتم و تو رفتی باسه بابات گذاشتی و کلی زوغ داشتی ویس دی, دی ویدیو گرفتی فلان بهمان و اینا من همه اون روزا رو یادمه ولی تو خودت یادت رفته مثل که همه اینا رو یادت رفت و شروع کردی ضربه زدن و اینها و امیدوارم این اتفاقا دیگه با ات نیفته با اینکه خودت استاد این کارا هستی به جاش درس بگیر از این کارا و کریرت اونجوری که واقعا هستی اونجوری که واقعا تو دل ته دلت اون آدمی که واقعا هستی نه این تحصیل دور و بریات رود همون اون بشو جوری که پدرت بهت افتخار بکنه ذهنیتش میدونی چی بود اونجوری برو جلو خلاصه این از این دمتون گرم مرسی که تو این لحظه ویدیو رو تماشا کردید شاید یکم تلخ بود و شاید داستانی ولی خب بعد از مدت ها من آهنگو که گوش دادم کم ناراحت شدم و جا داشت راجبش صحبت بکنم هر زمانی هم ما صحبت میکردیم راجع به این موضوع خب توی ویدیوها که نبوده توی لایف هایی بوده که یهو یه شما یه چیزی میگفتید من شاید یه برخوردی انجام میدادم هر چیزی توی اون تایم بوده هیچ وقت اینجوری نبوده که بخوام ازش ویدیو درست بکنم ولی امیدوارم این گوبازی ها، این بچه بازی ها، این رفتار بین یعنی بچه های 14 ساله که تازه رفتن تو رابطه کات کردن فلان و اینا اینا بیفته بیرون از رپ فارسی و اون گنگ گنگ واقعی واقعی که میگید گنگ نمیاد از این کارا بکنه گنگ خودش میره با یارو <applause> میدونی چی دارم میگم اینجوریه عکس پخش میکنه ویس پخش میکنه میره خودش بالا سر یارو متوجه <applause> هستی این از این خلاصه تا ویدیو بعدی سی سون